از کرین عصب درست کرده بود، یه فیلم مستند نوشته بود که به یه موزیسیانی داده بود و فیلم رو من نشون داد، گفت که موسیقیش خوب نیست و یه حرفا، و من گفتم خب می نویسم. یه موسیقی نوشتم بازم اونم همون چیزا بود، همه با ارکستری بود. اونو نوشتم، اون اولین فکر میکنم اولین فیلم بود. دومین فیلم موقعی شد که من برای کانون پرورش فکری اون موسیقی های بچگونه رو نوشته بودم، گل اومد بهار اومد، باعث شد که دو نفر از کارگردان ها اومدن سراغ من. یکیش فرمانارا بود برای فیلم 16 احتجاب، به من گفت موسیقی فیلم، گفتم من تاله ننوشتم، هیچی هم نمیدونم از موسیقی فیلم، فقط موسیقی فیلم گوش میکنه. بعد دیگه رفتیم و تایم گرفتیم و موسیقی های خورده یواش یواش نوشتم. اون تیتراجش که مثلا حال فیلم رو میگه، من اتفاقا برای با پیانو زدم، گفت که همینو گرفتی، بقول بچه ها گرفتی فیلم و این حرفا. حالا نمیدونم واقعا گرفته بودم یا نه با اون تیتراج، یا بالاخره از داستان یه الهام گرفتیم. اولین فیلم سینمایی بود. علیرضا تنگستان با همایون شهنواز قرارداد بستیم و شروع کردم به نوشتن و این حرفا. بعد یه جوری حس کردم من با این کارگردان نمیتونم کار کنم. رفتم هنرستان، رئیس هنرستان علی رهبری بود. گفتم من یه فیلمی گرفتم حوصله ندارم، تو میای بریم تو گواره مینویسی. خلاصه ما اومدیم یه تیکمون بنویسیم، یه تیکه ما بنویسیم. حالا قبل از این شهنواز یه کاست به من داد که موزیک بوشهر بخشو خونده بود. این موزیک دیگه منو دیوانه کرد، یعنی از 100 دفعه بیشتر اینو گوش کردم. از ساعت 7 شب تا 2 مساء شب شروع که ای خونده ای گوش کردم، آخه چه موزیکیه. گفتم به بتون و موزارت و این حرفا همچی تأثیری نمیذاره که این موزیک میذاره. خلاصه ما یه خود رفتیم تو اون قسمت چیز دیگه، دمام و این کارهایی که تو تعزیه هست دیگه، روز عاشورا اینو شروع کردم نوشتن. حالا رهبری هم برای خودش موزیک می نوشته، ما می اومدیم موزیکا رو می داشتیم رو فیلم دیگه. که عیار، اونم مرداد فخیمی و اصلانی رفته بودن میخواستن فیلم اینو کار بکنن، به منم گفتن که اصلانی گفت که ما عقب یه موزیکی میگرده، موزیک قدیمی ایران. گفتم موسیقی قدیمی ایران نمیدونم چیه، فقط یه خاطره دارم، یه خواننده مال تاجیکستان اومده بود
کنسرت داده به تالار، تالار فرهنگ. گوش کردم یه تأثیرهایی گرفته بودم، بعد شباهتهایی دیدم که با موسیقی خراسانه. گفتم حالا یه چیزی امتحان میکنی؟ گفتم من حوصله نوشتن ندارم و که بیام نوت بنویسم، ارکستر بگیرم و اینا. گفتم که سازهای مختلف رو انتخاب میکنیم همونجا که میدونیم برای چه قسمت از فیلم، همونجا یه موزیکی درست میکنه که بچه ها بداهه نوازی کنن. اتفاقا جنگ غول و از این از حرفا بود که یه سری سازهای عجیب غریب ایرانی از این کرنای شمالی، از اینایی که 4-5 متری که فوت میکنن تو اون، مثلا اونا رو که گیر آوردیم. بعد سازهای قدیمی ایران هم میشناختم، انواع و اقسامش ها آوردیم، با اینا همینجوری فلبداهه یه چیزایی میزنن. بعضی وقتا برای یه ساز سولو مینوشتم، بعد چیزهای دیگه هم همینجوری خودم رفتم، برای که خیلی مخواستم موزیک چیز باشه. قسمت توی پیانو، اون سیمایی که میبینیم، بعد چکاشایی که میزنه بهش، من توی استودیو تمام در پیانو رو چیز کردم، خودم همینجوری آهنگهایی بداهه نوازی کردم. خب چند دفعه میزدیم که خوب بشه، بعد میگفتیم حالا خوب شده و ادیتش بکنین به عنوان یه موزیک فیلم. یه مقدارش مثلا 13 قسمت فیلم رو نوشتم، موزیک اینجوری، نوشتن اینجوری. بعضی ها نوشتنی بود، بعضی وقتا هم که فل بداهه بود. سایه های بلند باد نزدیک های انقلاب بود، اینو فرمانارا فیلم گرفته بود، داشتن مونتاژ میکردن، به من گفت که بنویس. و این حرف منم خب دوست شده بودیم بعد از 16 احتجاب. حالا یه مسئله ای هست که ما اون وقت که میخواستیم موزیک بنویسیم یادداشت میکردیم، تایم میگرفتیم و تقریبا از حفظ میکردیم که این مثلا این پرسوناج از اینجا میره تا اونجا، این چیزا وسط راه هست، تایم میگرفتیم از این ثانیه تا این ثانیه. بعد بعضی وقتا هم که زیاد میشدم یادش میره، من میومدم فیلمو یه بار دیگه میدیدم که یادم بمونه صحنه ها، که مثلا علی از اینجا میاد، بعد میره وارد باغ میشه، بعد تو کوچه میره، تمام اینا رو از حفظ میکردم. ما تایم گیری کردیم و این حرفا، رفتیم لندن. اون موقع اون طالع نحس جری گولد اسمیت رو فیلمو نشون داده بودم، منم اینو میشناختم. میخواستم یه اون مهندس صدایی که اینو صدا برداری کرده اینو گیر بیارم. بالاخره رفتم از پشت صفحه که تمام پسرم خریده بود، دیدم ضبط خیلی خوبه، موزیکم خوبه، دیدم که کی اینو ضبط کرده. گفتم من باید برم این آدمو گیر بیارم. تقریبا یه ماه شد اونجا وقت میگذرونه که برم پلی اون. بعد این موزیک رو ضبط کردیم، آواد موسیقیش هم خیلی خوب ضبط شد، ارکستر سمفونی لندن زده دیگه.
ساخته ایران فیلمی بود که امیر نادری فیلم ساخته بود. سرگذشته یه بوکسوری بود که میخواست بره اونجا شانسش رو امتحان کنه برای که تو آمریکا برنده بشه این حرفا. اومد ما نیوجرسی بودیم، اومد اونجا و صحبت کرد و این حرفا و شروع که به نقاشی کرد. نقاشی هم میکرد امیر نادری، عکاس هم بود. که اونو رفتیم لندن استودیو اونو تمام موسیقی چیز بود دیگه، ارکستر جاز بود. که منم فکر کردم یه موسیقی که یه خورده موسیقیش هم بیگیره. اتفاقا برداشتم یک آهنگ محلی هست که توی آواز افشاریه، اونو یادم بود، اونو برداشتم به صورت جاز در آوردم. هیچ کی نمیفهمه که من چی کار کردم، بعد خود بهشون میگم تازه میفهم. اونو چیز کردم، تم اصلیه که موقعی که بوکس بازی میکنن اونو درست کردم. اون موقع فکر میکرده که موسیقی باید یه جوری بگیره تو فیلم دیگه. بعد البته بعدن تغییر عقیده داشتم. برای اون فیلم گفتم باید اینجوری باشه که موزیک اونجا ضبط کردیم. اونم یه تجربه خاصی بود که من واقعا اصلا خوابم نمیورد شبا. اینم یه تجربه بود که تو کارهای دیگه من الان استفاده میکنم که ناگهان از این ور از این رو به اون رو میشه موزیک و همه خیلی دوست دارن. فیلم سینمایی بود با ابراهیم مختاری، قبلا ندیده بودمش. یکی از بچه‌ها که فیلم هنرپیشه رو دیده بودم معرفی کرده بود رفتم و هنوز فیلم برداری نبود که خورده راجع به داستان و سناریوش داد من بخونم و این حرفا. بعد سر فیلم برداری میرفتم دیگه. اونجا مثلا یه چیزایی بود که باید هماهنگ میکردیم چون یه عروسی هستش اونجا، باید من راهنمایی میکردم این کسایی که اونجا ساز میزدن چجوری بزنن، با چه ریتم بزنن، کی بزنن، کی دیگه نزنن. ظرف فیلم برداری همیشه بودم و خیلی خیلی خوش میگذشت. از سینما فهمیدم میشه از موسیقی فیلم میشه چقدر چیز یاد گرفت. برای اونجا مطرح نیست که یه دفعه کات میشه از بهش یه دفعه میریم به آسمون، میریم به مثلا خیابون فلانجا. یه اینقدر کنتراست داره، موزیک هم می‌نویسیم. بعد فهمیدم اینایی که کنتراست داره چه قشنگه بدونی که واسطه ای داشته. کات میشه، موزیک هم کات میشه. بعد دیدم بعد